بیندگان عزیز سلام تقدیم می دارم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. پروگرام سی ما درباره روماتولوژی است که یا مریضی های مفاصل است که انواع مختلف داره. یک نوش که وقتی که معاینه خون دکتر روماتولوژیست یا متخصص روماتیزم میکنه میبینه که بعض مریضی های روماتولوژی مثبت است، از این خاطر به نام سیرو پوزیتیف یاد میشه یا همون مریضی روماتیزم که مثبت باشه. و مثال شما برتان میتونم، یکی روماتیز درترایتیز است که این مفصلا میپنده و اگر همین مکرر حمله ها بیایه مفصلا به صورت موازی میپنده، مفصلای بزرگ زیادتر مصاب میشه، همچنان مفصلای خرد هم مصاب میشه که با پندیدن مفصلای دست و چندین حمله آمدن سوی شکل با وجود میاد. یک نوع مرضی روماتولوژی دیگه است بنام سیستمی گلوبوس روماتوز که این بخارهای و رشت دو کومه میتونه باشه. یک مریضی عاملش امیون سیستم است یا سیستم معافیتی وجود است. یک مریضی روماتولوژی دیگه سیرو پوزیتیف بنام آنتی فوسفولیپید آنتیبادی یاد میشه. اسکلودرما یک نوع دیگه ایش است. خب این نامای اما نامای طبی است که طبقه بندی نوع مثبت مریضی های روماتولوژی است. جوگرن سندروم یک نوع دیگه ایش که دهی وقتی لنفاوی و همچنان خود دهن بسیار خشک می باشه، چشما خشک می باشه. یک نوع دیگه ایش که جاین سل آرترایتیس که نوعش بسیار مهم است، بعدا برتان تشریح می کنم. همچنان وگنر گلرماتوز که می تونه گرده را بگیره، شش یا همیشه در جمله سیرو پوزیتیف یا سیروم مثبت می باشه. بعض انواع مریضی های روماتولوژی است که سیروم منفی می باشه یا نشان نمی ده به نام انکلوزین اسپاندیلوزیس که انکلوزین اسپاندیلوزیس در ناحیه ساکرویلیاک یا ناحیه به حساب فرینه بین ساکروم یا دموزه پشت کمر قسمت پایینشه و یک مفصل از رانه میگیره. خب یک نوع دیگه سیرو نگاتیف، یعنی که سیروم نشان نمیده یا خون نشان نمیده ماینه را به نام ریاکتیف آرترایتیس یاد میشه. یک نوع دیگهش به نام سوریاتیک آرترایتیس یاد میشه، یعنی که رش بسیار در مفصلا پیدا میشه و اینا همگیش میتونه مزمن باشه و چندین دفعه حمله بیایه. یک نوع دیگهش به نام هریتبل باول دیزیز است که دو نوع می باشه که یک نوعش کرون است و یک نوعش اولسراتیف کولایتیس است که گاهی وقت مساعد شد ما برتان انواعش تشریح می کنم. خب یک نوع دیگه سیرو نگاتیف که نوع گاوتیش است به نام کریستال اندیوزد آرترایتیس یا نوع نقرس است که از پنجه کلان پای شروع میشه. خب بعض انواع مریضی های روماتولوژی هم است که یه انواعش ایچ مفصل نمیگیره، به صورت عمومی تمام جان درد میکنه که بنامه فایبرومالجا یاد میشه که میشه بعد از تراوما پیدا شوه یا بعد از یک اکسیدن پیدا شوه. و یک نوع دیگه مریضی روماتولوژی بنامه پولیمالجا روماتیکا یاد میشه. خب در جمله چون انواعش بسیار مختلف است، در جمله از این من تنها دو نوشه براتون تشریح میکنم که یکیش اوستیو آرترایتیس است که بسیار معمول است. خب یک دیجنراتیو جوینت دیزیز است، یعنی مریضی سیست که یک تغییر در خود استخوان ها میایه که اوستیوآرترایتیس بسیار گفتم معمول است. این میتونه شکل اولش باشه که یا پرایمری باشه که دلیلش معلوم نیست و یا شکل سکندری یا ثانویش باشه که دلیلش میتونه به خاطر تروما باشه یا به خاطر افتادن باشه با میکانیکال است و همچنان میتونه به خاطر کدام میکروب بعد از یک میکروب یا بعد از روماتوید آرترایتیس یه نوع اوستیوآرترایتیس پیدا شود یا میتونه بعد از مریضی های اندوکراین یا مریضی هایی که ترشوی خودوات می باشه، مثلا هایپرپاراتایریزم، هایپوتایریزم، بعد مریضی های غده تایرات یا جاغور کمتر فعالیت می کنه بعد از این میتونه پیدا شود. خو یک نوع دیگی امی اوستیوآرترایتیس اواسکولار نکروزیس می باشه که یعنی که خود امی یک مفصل بدون با تخریب کردن شروع خودم می کنم که زیادتر در مفصل ران یا فیمور ای پیدا شده می تانم.
خب اوستیوآرترایتیس ریسک فاکتورش چی است؟ ریسک فاکتورش چاقی است. کسایی که چاق است بسیار کسا شکایت داره از درد زانو و وزنشان زیاد است، خصوصا در خانما و این به خاطر اوستیوآرترایتیس است و خود مفصلای زانو میپنده و یکی به دیگه سایده میشه و مواد داخل مایش ای از بین میره و یکی در سر افتادن هم میشه پیدا شود که در انگام بسیار شخی بعد خصوصا از طرف صبح میده. خب اعراض علائم اوستیوآرترایتیس میتونه درد باشه که این دردش وصفی است که ابی درد وقتی که حرکت میکنه زیاد میشه و وقتی که استراحت میکنه درد از بین میره. خب در راه رفتن مثلا درد زیاد میشه. همچنان میتونه به خاطر صوبکی بسیار شخ باشه و بعد نیم ساعت همی شخی ازی کم درد شده میره. همچنان شخی کمتر شده میره. همچنان جاین خود همین مفصلا میتونه یک صدا بده وقتی که مفصلا تا و بالا کنین یک کرک کرک یا یک صدا بده و خود همین وقتی که اگه ماینه شوه ما خود همین حرکات مفصل رنج آف موشن میگن این همه حرکاتش بسیار محدود میشه. همچنان با ماینه میبینیم که یک ترقص در مفصلا دیده میشه. خب علاوه به این که این میتونه تنها مفصل زانو رو نمیگیره، میتونه هر مفصل دیگر رو بگیره، میتونه مفصل خود ران بگیره، میتونه مفصل دستار، مفصل ستون فقرات بگیره. یک رادیولوژی یا اکسری بسیار معین داره اوستیوآرترایتیس که اکسریش قسم است که ای خود همی وقتی که اکسری را میبینن از نگاه تیبی یک باریک شدن که به نام جاینت سپیس ناروینگ، یعنی دو فاصله دو مفصل نازک میشه یا همچنان یک سب کانترال اسکلروزیس یک اسکلروزیس که یک حالت پاتولوژی سو پیدا میشه، هم سیست گاهی میتونه پیدا شوه یا استفیتا یا استخوانات تیز شوه در اکسری دیده میشه و بعضا کلولگی میتونه در انگشتان هم باشه. خب تداوی مخصوصش اوستیوآرترایتیس تداویش توسط استامینافین یا تایلنول است که با وجودی که اگه بسیار شدید باشه میتونن که انسیت یا نان استرویدال آنتی انفلاماتوری را بتن، اما کوکس 2 انهیبیتور بتن که اما اینا سر میده تاثیر میکنه و اسید میده را بالا میبره و فشار خون و بعض عوارض جانبی دیگه داره، از این خاطر زیادتر با تایلنول اکتفا میکنن و تداویش تداوی جراحی است که باید جراحی شوه و بعضا در مفصل زانو یا مفصل ران میباشه او را پس میکنن و دیگه مفصل مندازن یا هپ ریپلیسمنت میکنن یا نی ریپلیسمنت میکنن. بعضا قسمی هم میتونن که دیگه ایواز کنن در جراحی. خب تداوی نان فارماکولوژیکالش یعنی تداوی غیر جراحیش همی باید وزن کم کنن و اکسرسایز کنن و همچنان فیزیوتراپی بگیرن و وقتی که را میرن باید همی کین یا چوب دسته که میگیرن اون طرف که زیاد درد است اون طرف وزن خود نبرتن سر چوب دست برتن که تا وقتی که عملیات میکنن. خب یک نوع معمول دیگهش که از همی دردهای روماتیزم یا از دردهای مفصلی استیوپوروز است، این دو نوعش بسیار معمول است. یکی گفتیم که نوع نوع اولش که براتون گفتم اوستیوآرترایتیس او بسیار معمول بود و نوع دومش استیوپوروز یا پودگی استخوانا بسیار معمول است که از 4 زن 1 زن میتونه مصاب شود. در مردا از 8 مرد 1 مرد میتونه مصاب شود که در زنا زیادتر معمول است و اقدر که از سن بالا بره مثلا 50 سالگی و بالا میتونه که بسیار زیاد مصاب شود. خب در صورت استیوپوروز یا پودگی استخوان که خود همی مس یا داخل استخوان ای خود مثل جالی میکنه و زخامت خود اسس میتونه سبب کسرا شود یا سبب شکستگی ها شود.
که استخوان به صورت نرمال که نشنما میکنه تا سن 30 سالگی پیکش است یا بلندترین نشنمایش است که استخوان دخامه یا بزرگی خود میگیره و از سن 30 سالگی به بعدی بون لاس است، یعنی میتونه که امی دخامه یا داخل استخوان خود پوده تر کنه. خب ریسک فاکتور استئوپوروز چی است؟ یعنی خطر زیادتر که کسایی که استئوپوروز یا پودگی استخوان میگیره از 65 سالگی به بالاست، که میتونه که استخوان بعضی حتی وقتر از 40-45 سالگی که استخوان زود بشکنه و یا اینکه کمر کدام کامپریشن یا کدام فرکچر یا شکستگی پیدا کنه. و بعضی ها که فامیلی استوری می داشته باشن و در فامیلیشان شکستگی یا کسرا هست یا استئوپوروزیس هست، این ایش اشخاص ها می تانن مصاب شد. یا کسایی که کورتیزون یا استروید می گیرن زیادتر از 3 ماه می شه که خطر استئوپوروز داشته باشن یا پودگی استخوان داشته باشن. یا بعضی مریضی هایی مثل سیلیاک دیزیز می باشه یا کرون دیزیز می باشه که جذب جاز آزما کمتر می باشه، رودا کمتر می باشه، می تانن که استئوپوروز بگیره. و خوب که در این حالت در همه حالاتش از 65 ساله به بعد، از 40 ساله به بعد خطر استئوپوروز یا پودگی های استخوان وجود دارد. خود ریسک فاکتورهای کمترش هم از کسایی که تکلیف خودی تایراید دارن یا خودی تایراید چند کم فعالیت میکنن و یا کسایی که در کلسیم در غذای خود کمتر میگیرن یا الکل زیاد میگیرن، از روز دو درنگ زیادتر میگیرن یا سگرت کشتن، یا میتونه از خطرهایی باشه که سبب استئوپوروز شوه. همچنان کسایی که کافی از روز 4 گلاس زیادتر کافی میگیرن و یا وزن بدنشان بسیار کم است، از 57 کیلوگرم کمتر میباشه، این آدمای خرد جسه میتونه پودگی استخوان بگیره. همچنان کسایی که به صورت دوامدار پرینگ، یک دوایی که برای علقه خون رقیق میسازه و خون رقیق میسازه بگیره، اینا هم میتونه که پودگی استخوان بگیره. خب تداوی و وقایع استئوپوروز است که ویتامین دی روزمره گرفته شود، کلسیم روزمره گرفته شود. زنها که از 50 سال بالا باشند 1000 تا 1200 میلی گرم میتونن که کلسیم بگیرن و زنهای حامله و شیردی هم میتونن از این مقدار که هنوز هم زیادتر بگیرن. مردا که از 70 سال پایان یا 70 سال بالا میباشند از 70 سال پایان این اونا هم مقدار زیاد کلسیم کار دارن. همچنان ویتامین دی که باید 600 الا 800 انترنشنال یونیت ویتامین دی هم باید بگیرن، که کلسیم و ویتامین دی بر وقایع استئوپوروز بسیار خوب است. و همچنان کسایی که ویتامین دی میگیرن بعضن یک ایسایی گرفتن، یک سرچه کردن، حتی کولون کانسر را 30% کم میکنه و برست کانسر تقریبا 40% وقایعش کم میکنه. و حتی کسایی که پست منسترال سندروم یعنی عادت موارشان یعنی عادت موارشان قطع شده و عادت موار ندارن، با اونا هم بسیار امی اعراضشان برشان فایده میکنه و کلسیم باید 1200 میگرم کلسیم و 400 تا 600 انترنشنال یونیت ویتامین دی بگیرن. همچنان اعراض استئوپوروز چی هست؟ همی شکستگی و پودگی استخوان چی است؟ اعراضش در اول میشه که اعراض نده، یا قد کوتاه شوه، یا کمردردی ها پیدا شوه، یا پوزیشن تغییر کنه. و کسایی که بسیار بعضی آنها دیدین، زنای کلان یا مردای کلان که دستان کولت هستن یا پلیستن، اینا کپ کپ را میرن که اونا تشخیص نشدن که استئوپوروز دارن و هم قد خود بلندیش از دست دادن و همچنان کپ شدن، که دردم میتونم هم شکستگی بده هم استخوان دردی بده. با که در زنا میتونه هم هپ فرکچر بده، در مردم هم میتونه هپ فرکچر یا فرکچر ران بده. خب
اکسرسایز و بسیار مهم است استوپوروز است که باید اکسرسایزی که میکنن وزن برداری باشه یا قدم زدن باشه که وزن وجود خود وقتی قدم میزنن وردارن یا را برن گفتیم یا بدون یا جاگینگ کنن یا ای که وزن برداری کنن یا همگیش بسیار خوب است برای پودگی استخوان. همچنان تشخیصش توسط بون ماس دنسیتی یا که اکیوریت میباشه که یک اسکن است به نام دکسا اسکن یاد میشه توسط از او میتونه صورت بگیره. خب همچنان علاوه به این ما که استوپوروز را تداعی میکنیم اگر اکسرسایز کنیم استخوان ها بسیار قوی میشه. و در آخر از جاین سل ارترایتس که یکی از مریضای روماتیزم است و این امرجنسی است برتان بگم که درد نایی شقیقه میتو چشم میشه میتو باید دفتن به امرجنسی مراجعه کنه اگر نی و تداوی کورتیزون بگیره و از اون نایی شقیقه یک یا تمپرارال تری باید یک بایوپسی یا پارچه گرفته شد اگر نی به طرف کورید دائمی 20-30% میره که زیادتر ای از سن 50 ساله بالا تمپرار آرتری سفر شده میتونه و مبتلا ببخشین شده میتونه و جاینت سل ارترایتیس میتونه که ای سار بالا میباشه. همچنان شخص دوتا میبینه و یا ای که دیدش آساستا از بین میره و زبان و علاشش اتو میلنگه یا تانگ یا جا کلاودی فکیشن میداشته باشه. دیاگنوزش اینه میست که ایسار بالا میباشه، CRP یا سیری اکتیف پروتین بالا میباشه، آرتری بایوپسی، تمپرار آرتری بایوپسی تشخیص قطعی رو میکنه که تشخیص شد و باید حتما به امرجنسی بره و تداوی منظم بگیره و تعقیب کنه. تشکر. چنل من را سابسکرایب کنید و پناه حق باشید.